امیدوارم که حالتون خوب باشه امروز میریم سراغ درس پنجم از کتاب English Idioms in Use از انتشارات کمبریج این درس در مورد Knowing and Understanding هست دونستن و فهمیدن و ببینیم که چه اصطلاحاتی رو میخوایم داخل این درس ما یاد بگیریم درس بسیار جذابیه و اصطلاحات خیلی جالبی رو داخلش تدریس کرده بریم سراغ درسمون ببینیم امروز چه کلماتی رو داریم اول میریم سراغ knowing and not knowing دونستن و ندونستن که یه سری اصطلاح رو اینجا آورده و معنیش رو هم رو به روش آورده knowing با دونستن شروع کنیم she knows the system inside out She knows the system inside out یعنی همه جزیاتش رو میدونه به خوبی همه چی رو وارده وقتی میگیم یه چیزی رو inside out میدونیم یا میشناسیم یعنی اینکه به طور کامل با همه جزیاتش آشنایی داریم میتونیم برای شخص هم این رو استفاده بکنیم مثلا میتونیم بگیم که I know Sarah inside out یعنی اونو به خوبی میشناسمش اون نفر رو به خوبی میشناسم کلمه بعدی یا اصطلاح بعدی knows his stuff when it comes to geography he certainly knows his stuff میگه وقتی که به درباره جغرافی صحبت میکنیم اون خیلی خوب جغرافی ها رو میشناسه he knows his stuff میدونه چی کار بکنه میدونه چطور باید با این علم دست و بنجه نرم کنه دانش خیلی خوبی داره he has a very good knowledge of it اصطلاح بعدی That book That book title has a familiar ring to it I think I read it a long time ago یعنی به نظر آشنا میاد فکر کنم قبلا اسمش رو شنیدم میگه اسم اون کتاب رو فکر کنم قبلا یه جایی شنیدم وقتی میگیم has a familiar ring to it یعنی آشناس شاید خیلی خوب یادم نیاد ولی اسمش آشناس قبلا یه جایی دیدمش یه جایی شنیدمش و اصطلاح آخر در این بخش I'm not sure if I know her but the name rings a bell معمولاً با اسم استفاده میشه میخوایم وقتی درباره اسم یکی صحبت بکنیم از این اصطلاح استفاده میکنیم rings a bell یعنی یه چیز... یه چیزایی یادم هست ولی دقیقا نه ام یه چیزای محوی یادم میاد ولی خب دقیقا نه I'm not sure if I know her but the name rings a bell rings a bell خب این بخش knowing بود بریم سراغ بخش not knowing و ببینیم که چه اصطلاحاتی اینجا داریم I haven't got a clue how to get to her house یا میتونی بگی I don't have a clue how to get to her house. وقتی میگیم I haven't got a clue یا I don't have a clue یعنی هیچی نمیدونم. هیچ سررشته ای ندارم ازش. هیچی نمیدونم. I haven't got a clue how to get to her house. اصلا نمیدونم که چطوری باید برم خونش. I haven't got the faintest idea where she lives. مثل بالاییه دوباره همون معنی رو میده I haven't got the faintest idea یا I don't have the faintest idea where she lives یعنی اصلا نمیدونم هیچی نمیدونم که هیچ اطلاعی ندارم که کجا زندگی میکنم اصطلاح بعدی هم دقیقا مثل دوتای بالاییه I haven't got the foggiest idea what this switch is for یا، yeah, I don't have the foggiest idea what this switch is for. اصلا نمیدونم که این دکمه یا این کلید برای چیه و برای چی ازش استفاده میشه. The foggiest idea fog به معنی F O G به معنی مه هست و شاید استفادهش در این اصطلاح جالب جالب باشه. I haven't got the foggiest idea یا yeah, I don't have the foggiest idea. asla i can't for the life of me remember her first name and aslan i can't for the life of me remember her first name and aslan esme kuchikesh i'm a bit out of touch with computers these days i'm a bit out of touch with computers دیز دیز یعنی قبلا می میدونستم ولی دیگه این تغییرات اخیر رو نمیدونم خیلی چیزی ازشون نمیدونم I'm a bit out of touch یعنی قبلا میدونستم ولی الان دیگه باش در ارتباط نیستم مثلا من میتونم بگم I'm a bit out of touch with ویدیو uh, games یعنی قبلا ویدیو گیمز بازی میکردم ولی الان دیگه نمیدونم چه تغییرات داخل ویدیو گیمز صورت گرفته و نمیدونم به چه صورت انجام میشه I'm a bit out of touch و اصطلاح آخر این بخش I'm sorry that name doesn't ring any bells with me دوباره معمولا با اسم استفاده میشه یعنی وقتی میخوایم درباره اسامی افراد یا اسامی حالا چیزی صحبت بکنیم از این اصطلاح استفاده میکنیم I'm sorry that name doesn't ring any bells with me یعنی فکر نمیکنم اینو قبلا شنیده باشم کاملا ناشناست I'm sorry that name doesn't ring any bells with me و بخش آخر یونیت پنج که به نتیجه گیری می پردازه این که چجوری به یه نتیجه گیری می رسیم دو تا داستان اینجا داره بیایم با همدیه بخونیمش و ببینیم که چه اصطلاحاتی رو اینجا تدریس کرده I didn't actually know where you were staying but Mark said you were with a relative so... I put two and two together، این اصطلاحیه که میخواد تدریس بکنه So I put two and two together and guessed it was that ant of yours in Manchester یعنی دو دو تا چار کردم چیزهایی که میدونستم و گذاشتم کنار هم و یه نتیجه گیری کردم که تو اصطلاح فارسی ما بهش میگیم دو دو تا چار کردن I didn't actually know where you were staying. میگه واقعا نمیدونستم که تو کجا میخوای بمونی و کجا موندی. But Mark said you were with a relative. Mark بهم گفت که تو با یکی از اقوامت هستی. So I put two and two together. دو دو تا چهاتا کردم. And guessed و حد زدم. It was that aunt of yours in Manchester. و حد زدم که اون خالت باشه داخل منچستر. و اصطلاح آخر I'm sorry I got hold of the wrong end of the stick I thought you were complaining about something یعنی اشتباه نتیجه گیری کردم اشتباه متوجه شدم I got hold of the wrong end of the stick یا I got the wrong end of the stick یعنی اشتباه متوجه شدم و فکر کردم که داری درباره یه چیزی شکایت میکنی ولی اینطور نیست که همونطور هم که میبینید توی تصویرم اصا رو همونطور که میبینید برعکس گرفته یا استیک رو برعکس گرفته که اشاره داره به همین اصطلاح آخری که با هم دیگه خوندیم میتونید کتاب رو از کانال تلگرام هم دانلود کنید EDMs و هشتکش رو اگه دنبال بکنید خیلی راحت میتونید به کتابش هم برسید یا خیلی راحت میتونید از اینترنت دانلود کنید تمرین این بخش رو یعنی درس پنج رو حل بکنید تا بتونید درک بهتری از In unique to touch that was